تاریخچه رقص بابا کرم. در میان رقص های فولکلور ایرانی، رقص بابا کرم از رقص های ایرانی است که ویژگی های خاصی دارد و منحصرا توسط مردان اجرا می شود. در بابا کرم از رقص شانه و کمر استفاده می شود و رقاص لباس سیاه و سفید جاهلی بر تن می کند و معمولا لنگی را بر گردن آویزان کرده و از آن در طول اجرای رقص استفاده می کند. رقص بابا کرم بازمانده از دهه 1320 شمسی و از رقص‌های به اصطلاح کوچه بازاری و تخت حوزی است که بسیار مورد محبوبیت قرار گرفته. هایده کیشی‌پور، استاد رقص ایرانی، داستان بابا کرم را اینطوری تعریف می‌کند. داستان برمیگردد به زمان رضا شاه و ماجرای کشف حجاب. یکی از این خانم‌های شازده باغبان مسنی داشت به نام بابا کرم. هر وقت خانم به باغ می‌آمد، باغبان را صدا می‌کرد: بابا کرم چطوری؟ این باغبان به تدریج عاشق این خانم می شود و بعد از مدتی که خانم به فرنگ سفر می کند، بابا کرم از عشق او می میرد. همین می شود که در اذهان مردم بابا کرم به عنوان یک مرد عاشق شکل می گیرد و آن رقص هم در آن زمان نشان دهنده حرکات یک مرد عاشق بوده. در واقع بابا کرم از نمادهای نشان دهنده عشق مرد ایرانی به معشوقه اش است، کسی که به خاطر دوری از دختر مورد علاقه اش جانش را از دست می دهد. این آهنگ برای اولین بار با صدای حسین همدانیان اجرا شد که از آهنگ‌های فولکلور ایرانی به حساب می‌آید. هر قدر ناز کنی ناز کنی که تو دلدار منی، هر چقدر عشق کنی عشق کنی دور گل بیکار منی. فکت آنتیک، پیجی برای عاشقان تاریخ.